از هر چه اولتر به تمام حضار که در تالار هستید و هموطنان عزیز ما که از طریق رسانه ها با ما وصل هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ده خوخی زایده چه یو زلبیا ده فرصت مساید سو ترسو و کولی سو دخپلی یو کلن کرن او هغا خدمات چه ولستم ایرایه کری ننی دی رسنوی پر ورانده دی هغی گزارش ورانده کو. که چه هم دی کلی و بیارغون و پراختیا وزارت دی مالی کال په پای کې خپل څلور کلن گزارش وړاندې کړی و، بیا هم د جلالت مآب رئیس جمهور د فرمان پر اساس غواړم چې د 1999 کال لنډ معلومات تاسو حضور ته وړاندې کړم. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت هغه لیدلوری چې لري چې هغه د ولسونو هوساینه، د فقر، د کچې کموالی، کاري فرصتونو ایجادول او همدارنګه کلیوالي اقتصاد په پښو درول، د همدې لیرلود ته د رسیدو په مخه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت خپل ټول فعالیتونه په دریو پیلرو کې تنظیم کړي دي، چې هغه پیلر د ولسي تړون برنامه ده، د کلیوالي سیمو د اقتصاد رغونه او پودرونه ده، او همدارنګه دریم پیلر چې ده هغه د سرحدي سیمو او د ټول افغانستان متوازن انکشاف ده. دی موخ ته د رسیدو دی لرلید ته د رسیدو لپاره خوشبختانه د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت په 1999 کال کې خپله پرمختیایي بودیجه 95 سلنه په مصرف ورسوله او د هیوادوالو هغه اړتیاوې چې دوی په ګوته کړي وو د هغې د رفع لپاره پر مناسب وخت او په مناسب ځای باندې دا بودیجه مصرف کړه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په ټول افغانستان کې په 1999 کال 1006 پروژې د افغانستان په ټولو سیمو کې بشپړې کړې، چې د هغې پولي ارزښت یې د 1300 میلیونو ډالر په شاوخوا و. د دغو پروژو په تطبیق سره زموږ هیوادوال تقریبا 3 میلیونه هیوادوال د دغو پروژو له ګټې څخه مستفید شول او زموږ هیوادوالو ته یې تر 14 میلیونو ډېرې کاري ورځې د خپلو همدغو ارقام چې ما یاد کړل کاري فرصت ورته ایجاد کړ. دا اوس هم د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په ډانا کې تر 1900 ډېرې پروژې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر کار لاندې دي او کاري جریان لري. نن به زه ډېر په هغو پروژو باندې تماس ونیسم چې هغه د مالي کال وروستۍ کې چې کوم ګزارش مونږ ورکړی و او د نوي کال چې څلور میاشتې تیرې سوي دي هغه کړنې به زه تاسو حضور ته وړاندې کړم. وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی
در حدود 6000 پروژه تحت کار هست و علاوه از این پروژه ها مسئولیت اعمار 6000 مکاتب هم به وزارت احیا و انکشاف دهات سپرده شده بود که خوشبختانه فیز اولش که تعداد 2647 مکاتب میشه سروی و مسائل تکنیکی تماما تکمیل و در حدود 1500 مکاتب از اونا فعلا کارش آغاز و انشالله ما امیدوار هستیم که در سال روان امی ارقام 2647 مکاتب به اکمال برسانیم. همچنان مکاتبی که متباقی است که 3353 مکاتب است، تشخیص مکاتب در سر تا سر افغانستان با ماهنگی وزارت محترم معارف صورت گرفته، سروی اکمال گردیده و در تلاش ازی هستیم که انشالله بودیجه که برشان ضرورت است او هم هرچی زودتر مهیا کرده و او را هم کارایشان آغاز نماییم. در سال 1397 در چارچوب برنامه میثاق شهروندی تا می حال که من گزارش به خدمتتان ارائه می کنم 609 پروژه که از طرف هموطنان عزیز ما هم تشخیص و هم تطبیق کردیده کارش به اکمال رسید. پروگرام دوم ما که رشد اقتصاد دهات است، الحمدلله از طریق برنامه رشد اقتصاد روستایی ما تانستیم که در سال 97 در حدود 140,000 هموطنان عزیز خود فرصت کاری را ایجاد بکنیم و او تشبثات کوچک که به سطح قریجات از او را رشد بدیم و به تولیداتشان مارکیت پیدا بکنیم. و جای خوشبختی ای است که در 140,000 100,000 خواهرای ما هستند که برشان فرصت کار ایجاد شد و تولیداتی که به سطح قریه داشتن امروز هم به سطح ملی و هم به سطح بین المللی تولیدات از اونا مارکت دارن. نگفتن امانا برنامه دوم ما لتاکا که در مرز خصوصا در ولایت تخار و قندوز و بلخ بدخشان فعالیت دارن، تشبثات کوچک، تولیداتی که به سطح قریجات است در بین مرز افغانستان و تاجکستان هم زمینه کار به اون محلاتی که در مرز هستن ایجاد کردیم و فعالیت های اقتصادی از اونا را وزارت احیا و انکشاف دهات توصیه دادن و به هر دو طرف آل زمینی تجارتشان مساعد گردیدن. وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر رشد و با پایستاد کردن اقتصاد هموطنان عزیز ما که در دهات است برنامه جدیدی را آغاز کرد که از طریق همین برنامه در سر تا سر افغانستان امیدوار هستیم که انشالله در حدود 500,000 یعنی برای 500,000 هموطنان عزیز ما فرصت مهیا ساختن
زمینی کار خود سرد. دی 500,000 هم خوشبختانه 80%ش از طبقه اوناس ما هستن و ای هم امو تشوصات کوچکشان که به سطح قریجات تولیدات دارن وزارت احیا و انکشاف دهات زمینی زیر مساعد ساخت که در سر تا سر افغانستان با هموطنان عزیز ما به خاطر رشد تولیداتشان و به خاطر توسیع تولیداتشان همکار خواهد بود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در 5 سال این زمینه اشتغال زایی بر هموطنان عزیز ما در سر تا سر افغانستان ایجاد خواهد شد. ناگفته نمانه که وزارت احیا و انکشاف دهات به هموطنان عزیز ما که مهاجر بودن و دوباره به کشور عزیزشان برگشتن در 8 ولایت تانستیم که فرصت اشتغال زایی خصوصا در تولید صنعت قالین برشان زمین اساسی بکنیم و هموطنان عزیز ما که تعدادشان به 35,000 میرسن امیال در 8 ولایت که ولایت کابل و پروان و بغلان، بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار و لغمان است مشغول کار هستند و تولیداتشان عنقریب انشاءالله به مارکت ها خواهد رسید. موضوع دوم که هست موضوع کوچی ها هست. متاسفانه از سروی که در اواخر ریاست محترم احسایه ارائه کردن دو بیشترین فقر که بود و در طبقه کوچی ها تشخیص شده بود. وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر پایین آوردن سطح فقر در سر تا سر افغانستان مسئولیت داره و به خاطر از بین بردن غربت در طبقه کوچی های ما چینا ایماق هستند، چینا ازبک هستند، چینا ترکمن هستند، چینا تاجک هستند، چینا پشتون هستند، چون کوچی به یک قوم و به یک زبان ارتباط نداره و در سر تا سر افغانستان ما کوچی ها داریم. برایشان پلان 5 ساله را ترتیب کردیم و انشالله در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی در حدود 30 میلیون دلار برایشان بودجه اختصاص داده شده و در جریان 5 سال بخیر ضرورتهایی را که دارن توسط خودشان تلاش خواهیم کرد که مرفوع بسازیم و همچنان از طریق پروگرام توسیع تشبثات کوچک تلاش داریم که در جریان می 5 سال در حدود برای 5,000 فامیل از اینا زمینی کار مساعد بسازیم و یک چیز باید فراموشم نشه که در چارچوب میثاق شهروندی در سر تا سر افغانستان به تعداد 902 شورا از کوچه ها ایجاد خواهد شد و این زمینه تماس به تمام وزارت ها محترم خواهد بود که اونا میتونن که از این طریق همین شوراهای محلی کوچی ها خدمات ارزان نمایند. وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر بلند بردن حاصلات زراعتی هم مسئولیت داره و با تفاهم به وزارت محترم زراعت و مالداری و آبیاری تلاش داره که تمام او ضرورت هایی که خصوصا در بخش آبیاری هست به هموطنان عزیز خود کمک برسانن و سیستم های آبیاری از اونا را بازسازی و اعمار بکنن. وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 1397
از طریق پروگرام انسجام صاحبی خود ما تانستیم که 53,959 متر کاریز را دوباره احیا و همچنان اعمار نماییم، 30 تا بندهای ذخیروی، 21,388 متر دیوالهای استنادی محافظوی و 15,422 متر کانال را تانستیم که هم اعمار و هم دوباره بازسازی نماییم. و با تطبیق از این پروژه ها وزارت احیا و انکشاف دهات با کمک هموطنان عزیز ما، چون تمام پروژه ها از طریق هموطنان عزیز ما تطبیق میگرده، تانستیم که 11,904 هکتار زمین را در جریان یک سال تحت آبیاری قرار بدیم و همچنان تانستیم که 2,230 هکتار زمین را از خطر سیلاب حفاظت بکنیم. با تطبیق از این پروژه ها بیشتر از 367,000 تن هموطنان عزیز ما از مزایای از این پروژه ها مستفید شدند و همچنان بیشتر از 671,000 فرصت کاری را برشان ایجاد کردیم. به همین ترتیب وزارت احیا و انکشاف دهات در سال روان تصمیم داریم که و پلان ما هست که 48,490 متر کاریز را هم احیا و هم اعمار نماییم و به همین ترتیب 28,700 متر سربند و کانال را انشالله اعمار خواهد کرد و 40,167 متر دیوالهای استنادی را. با تطبیق پروژه ها در سال روان بخیر که به اکمال رسید 28,285 هکتار زمین دوباره تحت آبیاری قرار خواهد گرفت که تأثیرات مثبت در اقتصاد کشور دارد و همچنان در حدود 5,600 هکتار زمین از خطر سیلاب حفاظت خواهد شد. مسئله دوم که هدایت سری جلالت مآب رئیس جمهور بود و هم به خاطر تحکیمات دو طرف دریای کنر است که پلان از او هم ترتیب گردیده و تقریبا 40 کیلومتر بولدروال در ارتو طرف دریاها ایجاد خواهد شد که از این ایرام که ما برشان پیش بین هستیم 1,32,000,000 افغانی سرش مصرف خواهد آمد و با تطبیق از این پروژه 3,600 هکتار زمین ما انشاءالله از خطر سیلاب حفاظت خواهم کرد و در حدود 10,000 هموطنان عزیز ما مستقیماً و 5,000 هموطنان عزیز ما به غیر مستقیم برشان فرصت کار ایجاد خواهد شد. 6 ولسوالی شنواری که انقریب به همت و دلیری هموطنان عزیز خود ما که با نیروهای امنیتی یک جا تانستن مخالفین و دشمن از این وطن از پیششان ساحات پر امن بسازن، پروژه های را تحت کار داریم که ارزشش بیشتر از 466,000 افغانی بوده که در جمع از این تنها 23 مکاتب است که اعمار خواهد شد دوباره و این تماماً توسط هموطنان عزیز ما که در 6 ولسوالی شنواری زندگی دارن توسط از اونا
خودشان انتخاب شدن و 145 پروژه دیگه که دو پلچک و پلهای خرد و بند و سربند و کانال هستن، کارشان فعلا قراردادشان خلاص است، امضا هست و کارشان عملا از بعضی از پروژه ها در 6 ولسوالی عملا جریان داره. مسئله دوم، مسئله سوربی بوده. تحکیماتش که سیلاب هایی که در اخیر آمده بود هموطنان عزیز ما را متضرر ساخته بود، کار از اونو هم آغاز کردیده و تقریبا 4265 متر بر دو طرف دیوال های استنادی که بیشترشان توسط کپیون هستن اولا کار آغاز است و از این شام هم بیشتر از 131 میلیون افغانی می باشن که با تطبیق از این پروژه ها 60,000 روز کاری بر هموطنان عزیز ما فرصت ایجاد خواهد شد. در کلیوالی لارو جوړولو پروگرام له طریقه د کلیو بیا رغونه او پراختیا وزارت وکولای سول چې په دیار لسه و ونوی کال کې 1500 نوی کیلومتر سرک جوړ کی او همدارنګه 1200 متر مونږه په ټول افغانستان کې پلونه جوړ کړل. د کلیو کلیوالو خلکو اغه لومړني خدمات ته تقریبا داوس مونږه او تاسو غږیږو د دوی لاسرسی 85.2 سلنه ده او دا به خیره 80 سلنه ته دا پورته سي. په 1998 کال کې هم د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت خپل پلان کې 611 پروژې لري چې د 3 میلیارد افغانۍ څخه به ډېر په دې باندې مصرف راسي او په جوړېدو سره به زموږ 1 میلیون هیوادوال به خپلو مارکیټونو او هغه لومړني اسانتیاو که هغه کلینیک ته که مکاتب دي لاسرسی به بیا مومي. دغه 611 پروژې چې ما یادې کړې په دې کې 1521 کیلومتره سرک ده، 1240 متره پل ده او 3000 کیلومتره د سرک حفظ مراقبت ده. د اوبو رسولو په برخه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په 1999 کال کې مونږ وکولای شول 490 پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړو ترڅو زموږ هیوادوال صحي اوبو ته لاسرسی بیا مومي. او فعلا د هغې احصایې پر اساس چې په لنډ وخت کې هیوادوالو ته وړاندې سوه 55.3 سلنه زموږ هیوادوال اوبو ته لاسرسی لري او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت هوډ لري چې تر 2030 کال پورې د هیوادوالو لاسرسی صحي اوبو ته 30 سلنه ته دا پورته کړي. نو په همدې خاطر په 1999 کال په دې کې 3615 پروژې مونږ د صحي څښلو اوبه چې په دې کې به شبکې هم وي، نظر په جغرافیایي شرایطو به کویان به هم وي، مونږ په پلان کې نیولی دي چې هزینه هم چې دي تراسي د 4 میلیارد څخه پورته د دې به بودیجه به ورته مصرف کیږي پرې او 4.4 میلیونه د دغو پروژې له تطبیق څخه به وروسته دوی د صحي اوبو څخه مستفید شي. بله برنامه هم چې ده چې مونږ متوازن انکشاف ویل هغه د مونږ د سرحدي سیمو کې د برېښنا رسول دي چې دا د اوبو او انرژي وزارت سره په تفاهم هغه سیمې او هغه کلي او هغه بانډه په ګوته سوي دي چې مونږ یې نسو کولای
چې هغې ته په راتلونکو 20 کالو کې خپله عادي برښنا ورسوو، هغه آبي که وارداتي. نو په 13 ولایتونو کې، سرحدي ولایتونو کې چې 55 ولسوالۍ دي او تر 400 زره پورته کورنۍ دي، دې ته د مونږ د پایدار انرژي د پروګرام له طریقه به خیره سولري برښنا ورته مهیا کیږي. چې دا اوس له تاسو سره چې زه یم، د 350 زره کورنیو سروې تکمیل سوې ده او مونږ امید لرو چې د میزان او عقرب په میاشتو کې خیره د دغه پروژې د تطبیق اولا پیل کړو. په ټوله کې ویلی سم چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په اووه نوي کال کې 1006 پروژې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تطبیق کړې او بشپړې کړې، چې پرې 14.5 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړې او 2.9 میلیونه خلک ترې ګټه واخیسته او 113.2 میلیونه ډالره بودیجه پرې مصرف شوه. په 98 کې په مجموع کې زه ویلی سم چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت 8468 پروژې په ټول افغانستان کې په پلان کې نیولې دي. دا کوم برنامې چې ما یادې کړې، هغه که د سکلو دي، هغه که د سړک جوړونې دي، هغه که د وړو تشبثاتو رشد ده، هغه که د بخار سیستمونه دي، چې د دې تطبیق سره به زموږ هیوادوالو ته به 12 میلیونه کاري ورځې ایجاد سي او همدارنګه تر 300 زیات، یعنی تر 300 پورته 340 میلیارد افغانۍ به لګښت پرې راسي. نو زه امیدوارم انشاءالله چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دې پروژو په تطبیق سره به زموږ د هیوادوالو هغه لومړني اړتیاوې چې دوی په ګوته کړي دي هغه مرفوع کړو او د دوی ستونزې راکمې کړو او وکولای سو چې د دغه پروژو په تطبیق سره هغه د غربت لمن چې ټول هیواد کې خوره ده هغه ورو ورو راټوله سي او د یو باثباته او آزاد افغانستان څښتن وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.